سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا در فصل 2022-23 قرعه کشی شد و خیلی زودتر از انتظار شاهد رویاروی لیواندوفسکی و هالند همراه با بارسا و منچستر سیتی با تیم‌های بایرن مونیخ و دورتموند خواهیم بود. سی و دو تیم حاضر در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا رقبای خودشان را شناختند. لیگ قهرمانان این فصل شبیه هیچ فصل دیگر نیست، چرا که برای نخستین مرتبه در تاریخ بین آن شاهد برگزاری مسابقات جام جهانی خواهیم بود. نکات جالب مرحله گروهی رویارویی زود هنگام روبرت لیواندوفسکی با بایرن مونیخ و ایرلینگ هالند با دورتموند بود. از طرف گروهی که بایرن مونیخ، بارسا و انتر در آن حضور دارند را میتوان گروه مرگ نامید. تا حدود هم گروهی که منچستر سیتی، دورتموند و سویا در آن قرار گرفتند دشوار خواهد بود. نکته جالب توجه برای ایرانی ها هم گروه شدن پورتو و بایر لورکوزن با مهدی طارمی و سردار آزمون بود. گروه های هشت گانه لیگ قهرمانان اروپای فصل 2022-23 را تحلیل خواهیم کرد. گروه A، آژاکس، لیورپول، ناپولی، رنجرز. بعد از شروعی ضعیف در لیگ برتر انگلیس، حالا لیورپول باید خودش را برای نبردهای سخت آماده کند. آژاکس سرگروه بود و لیورپول برای ساعت نشینی با این تیم و ناپولی چالش خواهد داشت. هالندی ها با آلفرد شرودر در پی ساختن تیم مثل تیم ریکتن ها هستند. از طرف ناپولی هم با لوچانو اسپالتی دوباره با لیورپول هم گروه شده که حالا تبدیل به رقبای آشنا شدند. رنجرز بعد از 12 سال به مرحله گروهی برگشته و رسانه های بریتانیایی از دیدار این تیم مقابل لیورپول با عنوان نبرد بریتانیا یاد کردند. به نظر می آید برخلاف انتظار این گروه پیچیده و سخت باشد. پیش بینی: لیورپول، ناپولی، آژاکس و رنجرز. گروه بی، پورتو، اتلتیکو مادرید، با لیورکوزن، بروژ. در این گروه قدرت درجه یک نمیبینیم، ولی تیم هایی هستند که برای تیم های بزرگتر در مراحل بالا درد سرساز خواهند شد. پورتوی سرجیو کوسینسایو دو فصل پیش یوونتوس را حذف کرد. قهرمان لیگ برتر پرتغال شانس ساعت نشینی در این گروه را دارد و برای رده اول با اتلتیکو مادرید چالش خواهد داشت. البته فراموش نکنید که پورتو شش بازیکن مهم را به تیم های دیگر انتقال داد. اتلتیکو هم با سه برد در هفته آغازین لالیگا میتواند مدعی قهرمانی باشد. اما لیورکوزن کاملا شرایط متفاوت در بوندسلیگا دارد و با شکست در تمام بازی ها شروع کرد. با نظر می آید لیورکوزن و بروژ بتوانند دردسر برای پورتو و اتلتیکو باشد. پیش بینی: پورتو، اتلتیکو، بایر لیورکوزن و بروژ. گروه سی، بایر مونیخ، بارسلونا، انتر، ویکتوریان پلژن. بیشک پر زرق و برق گروه لیگ قهرمانان اروپا با تیم هایی که در مجموع 14 قهرمانی دارند همین گروه است. بایر مونیخ که فصل قبل دو مرتبه بارسا را شکست داد و برد 8-2 آنها در سال 2020 تاریخی شد. با این حال بارسلونا با جذب روبرت لیواندوفسکی ستاره بایر مونیخ آماده مقابل با تیم یولیان ناکسمن است. جاوی میخواهد تیم بسازد آنطوری که مثل دوران بازی خودش قدرتمند و جانبگیر باشد. بایر مونیخ و بارسا هر دو ستاره های جدید مثل مانه، دلیخت، لیواندوفسکی، کیسیه، کنده، رافینیا و غیره را به خدمت گرفتند. انتر هم با حضور دوباره لوکاکو به آنها نزدیک خواهد شد. با این حال شاید قدرت جلوگیری از صعود دو تیم دیگر را نداشته باشد. ویکتوریا که قهرمان چک است عملا شانس برای صعود نخواهد داشت. پیش بینی: بایر مونیخ، بارسلونا، انتر و ویکتوریا. گروه دی، فرانکفورت، تاتنهام، اسپورتینگ، مارسی. برای تاتنهام قرعه بهتر از این نمیتوانست در بیاید، در حالی که در سید دو قرار داشتند. فرانکفورت قهرمان لیگ اروپا ضعیفترین تیم سید یک بود. آنها یک تیم میون جدولی در بوندسلیگا بودند و در اولین هفته فصل جدید هم 6 گل از بایر مونیخ خوردند. حتی به نظر نمی رسید در این گروه بتواند سوم شود. اسپورتینگ نایب قهرمان پرتغال احتمالاً با مارسی برای دومی مبارزه خواهد کرد. تاتنهام در فصل جدید با جذب بازیکنان مثل ریچارلسون، بیسوما و پرسیچ تقویت شده و حتی در لیگ برتر هم شرایط خوبی دارد. به نظر می آید برای فوتبال دوستان این گروه جذابیت خاصی نداشته باشد. پیش بینی: تاتنهام، مارسی، اسپورتینگ و فرانکفورت. گروه ای، میلان، چلسی، سالزبورگ، دینامو زاگرب. میلان بعد از 11 سال اسکودتا برد و در سید یک لیگ قهرمانان اروپا قرار گرفت. میلانی ها تقریبا با همان تیم فصل قبل به علاوه اوریگی و دکلایر به میدان می آید. البته کیسیه که مهره مهم بود را از دست دادند. چلسی که در ابتدای فصل جدید هم نوسان داشته با میلان چالش صدرنشینی خواهد داشت. گروه خوبی برای این دو تیم ایتالیایی و انگلیسی است و به نظر می آید یکی از آنها صدرنشین خواهد شد. سالزبورگ قهرمان اتریش بعضا شگفتی ساز شده، ولی مشخص نیست قدرت رویارویی با میلان و چلسی را داشته باشد. دینامو هم که اصولا بازنده مرحله گروهی است. آنها فقط 3 برد در 36 بازی آخرشان در مرحله گروهی لیگ قهرمانان داشتند. پیش بینی: چلسی، میلان، سالزبورگ و دینامو. گروه اف، ریال مادرید، لایپزیگ، شاختار، سلتیک. اتفاق قابل توجه این گروه این است که شاختار باید در ورشوی لهستان میزبان رقبا باشد. این تیم اوکراینی حالا از خانه رانده شده، اما همیشه برای تیم‌های بزرگ دردسرساز است. بردانها مقابل ریال مادرید در پایتخت اسپانیا را فراموش نکردیم. حالا قهرمان 14 دوره مسابقات لیگ قهرمانان اروپا و مدافع عنوان قهرمانی دوباره به شاختار رسیده. لایپزیگ که تیم قابل احترام و از قدرت‌های بوندسلیگایی آلمان شده، کاندیدای دوم شدن است.
روی کاغذ به نظر میرسد سلتیک ضعیفترین تیم این گروه باشد، ولی سه تیم به غیر از رئال مادرید برای دوم شدن مبارزه خواهند کرد. رئال مادرید با اختلاف شانس نخست ساعت نشینی است. این گروه برای کالیتو و شاگردانش ایده‌آل بود. پیش‌بینی: رئال مادرید، لایپزیگ، سلتیک و شاختار. گروه چی؟ منچستر سیتی، سویا، دورتموند، کوپنهاگن. شاید ارلینگ هالند تصورش را هم نمی‌کرد آنقدر زود مجبور شود برای رویارویی با دورتموند به آلمان بازگردد. حالا ستاره منچستر سیتی با تیم آماده اش باید برای ساعت نشینی با تیمی که باعث شد پیشرفت کند مساف بدهد. منچستر سیتی احتمالاً میتواند صدر جدول را به خودش اختصاص بدهد. نبرد دومی بین دورتموند و سویا خواهد بود. دورتموند با ایدن ترزیچ فصل متفاوت در پیش دارد. سویا با از دست دادن کنده بهترین بازیکن خط دفاعی اش کار دشوار خواهد داشت. این تیم لالیگا را با یک تساوی و یک شکست آغاز کرد. کوپنهاگن بعد از 6 سال به مرحله گروهی لیگ قهرمانان برگشت و از بخت بعدشان در گروهی بسیار دشوار قرار گرفتند. شاید فقط به فکر پایان آبرومندانه باشد. پیشبینی: منچستر سیتی، دورتموند، سویا و کوپنهاگن. گروه هچ: پاریس سن ژرمن، یوونتوس، بنفیکا، مکابی. کیفیت بنفیکا میتواند این گروه را تبدیل به گروه چالش کند، همان طوری که فصل قبل باعث حذف بارسا در مرحله گروهی شد. این تیم در مراحل پلی آف 12 گل به میتلنت و دینامو کیف زد. این گروه برای پاریس سن ژرمن، یوونتوس دشوار خواهد بود، تیم هایی که مدعی صدر نشینی هستند. پی اس جی همچنان در فرانسه با ستاره هایش میتواند شروعی خیلی خوب هم داشته، درست مثل همیشه. یوونتوس اما با وجود ترمیم و خرید های مثل پوگبا، دیماریا، برمر و کورسیش هنوز هم مشکلات دارد، چرا که دلیخ و دیبالا را از دست داد. تیم رژیم سیونیستی بعد از 13 سال در مرحله گروهی حاضر است و احتمالاً قهرنشین این گروه خواهد بود. پیش بینی: پاریس سن ژرمن، یوونتوس، بنفیکا و مکابی. خوراکشی مرحله گروهی فصل 2022-23 لیگ اروپا برگزار شد و تیم‌های حاضر در این مرحله از رقابت‌ها حریفان خودشان را شناختند. بر اساس خوراکشی صورت گرفته، گروه بندی فصل جدید این رقابت‌ها به شهر رسیده است. گروه A: آرسنال، آیندهوون، بوردو گلیمت و زوریخ. گروه B: دینامو کیف، رن، فنرباخچه، لورناکا. گروه C: آس روم، لودوگورس، بیتیس، هلسینکی. گروه D: براگا، مالمو، یونیون برلین، سنت ژیلورس. گروه ای: منچستر یونایتد، سوسیداد، شریف، اومونیا. گروه اف: لاتزیو، فاینوارد، میتلند، شتورم گراتس. گروه جی: اولمپیاکوس، فراباخ، فرایبورگ، نانت. گروه اچ: ستاره سرخ، موناکو، فرانسواروش، ترابزون اسپور. فصل گذشته انتراخت فرانکفورت آلمان توانست عنوان قهرمان لیگ اروپا را به دست بیاورد. فینال این فصل از رقابت‌ها قرار است در پوشکاش آرینا در شهر بوداپست مجارستان برگزار شود. از هر گروه فقط تیم صدرنشین به صورت مستقیم راهی مرحله یکشتم نهایی می‌شود. تیم‌های دوم هر گروه باید با تیم سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا به صورت رفت و برگشت بازی پلی‌آف را برگزار کنند تا برنده آنها راهی یکشتم نهایی شود. تیم سوم مرحله گروهی لیگ اروپا هم راهی لیگ کنفرانس اروپا می‌شود. بازی‌ها از دو هفته دیگر شروع خواهد شد. سایت‌بندی تیم‌ها بر اساس جایگاه آنها در رنکینگ یوفا بود. رنکینگ یوفا هم بر اساس عملکرد تیم‌ها در مسابقات اروپایی 5 سال اخیر است. سایت‌بندی و قرعه‌کشی هیچ ارتباط به جایگاه تیم‌ها در مسابقات لیگ داخلی فصل گذشته نداشت. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.